سلام دوستان، خب تو اینجا میخواییم در خصوص سه تابه سال، ماه و روز year, month and day. این سه تا تابه تابه‌های خیلی ساده‌ای هستن ولی در این حال کاربردی هم هستن. خب ببینین، تابه‌ها طوری هستن که سال رو مثلا با نوشتن year و دادن تاریخ به اون باید حتما یک تاریخ بهش بدیم، سال رو میکشه بیرون. مثلا اینجا ما تاریخ today رو داریم. توی جلسه قبل ما در خصوص تابه today با هم صحبت کرده بودیم و تاریخ امروز رو داره به ما میده و توجه کنیم که اینجا به صورت خورشیدی هم نمایشش دادیم، اما گفتیم فقط نمایشه، بر اساس مثلا تاریخ ها توی اکسل در واقع این یک تاریخ میلادیه. و اگه اینجا بیایم تاریخش رو برگردونیم مثلا به حالت عادی، در واقع همون 2019 ما، یعنی تاریخ میلادی رو داره به ما میده. واسه بعدی مانف رو کافیه بنویسیم و توش ورودی تاریخ رو بدیم و ماه اون تاریخ رو واسه ما برمیگردونه و واسه دی هم به همین شکل کافیه تاریخ رو بهش بدیم و روز اون تاریخ رو واسه ما برمیگردونه. این کاربردهای مختلفی داره. وقتی که ما بتونیم این رو جدا جدا تو سلولای مختلف داشته باشیم، یه کاربردش هست میتونیم جدا نشون بدیم جای مختلف که فقط کافیه لازمه که مثلا ماه رو نشون بدیم، مثلا گزارش ماهیانه میخوایم نشون بدیم، بگیم گزارش ماه 12 در سال مثلا 2019. یه حالت دیگه هم هست، مثلا من شماره نامه بخوام درست کنم، یعنی یه شماره‌ای داریم که در روز تعداد نامه‌هامون رو می‌ذاریم، مثلا تو یه ستون دیگه‌ای نامه‌های مختلف رو زدیم و تعدادش رفته مثلا به ترتیب 1 2 3. حالا می‌خوایم شماره نامه جنریت کنیم، تولید کنیم و بهش پیوست کنیم. چطوری می‌تونیم این کار رو انجام بدیم؟ خب فرض کنیم من می‌خوام اول تاریخ رو اینجا داشته باشم و بعد یک دش بذارم و بعد شماره رو بهش اضافه بکنم. خب برای این کار کافیه مثلا این بیسه رو که تاریخ من هست بگیرم، از عملگر اند استفاده بکنم، دش رو یا خط تیره رو توی دابل کوتیشن بذارم و بعد دوباره عملگر اند رو بذارم، فاصله رو حتما باید بدیم بعد از عملگر اند و شماره نامه رو بذارم. اما اگر من الان این رو اینتر کنم، چون این یک مقدار تاریخی است، بیسه یک مقدار تاریخی هستش، پس اینجا ما یادمون هست که مقدارهای تاریخی یک عدد هستن و اون عدد هم تعداد روزها نسبت به سال 1900 هستش، یعنی از سال 1900 تا الان تعداد روزها رو اینجا ما داریم. این فقط نمایشش هست که به این صورت هست و اگر من این رو اینتر بکنم میبینیم که اون عدده رو داره نشون میده، دش یک رو گذاشته. خب چی کار میتونم بکنم؟ برای این کار من باید از این سه تا تاریخ استفاده بکنم، یعنی قبل از این که من مستقیم بتونم از بیسه استفاده بکنم باید اون رو از طریق تابع year. حالا من اینجا دوباره مینویسم که ببینیم چطور مینویسیم. کافی تابع year رو بدم، پرانتز باز تاریخ رو بذارم توش. میتونستم از این سلول استفاده کنم ولی میخوام الان دوباره بنویسم که با هم ببینیم. خب من الان فقط سال رو کشیدم بیرون از این تاریخ. اگر اینتر رو بزنم میبینیم سال دش یک رو گذاشته. من برای شماره نامه به ماه هم لازم نیاز دارم، کافی از عملگر اند استفاده بکنم، تابع مانث رو بنویسم، تاریخم رو توش بذارم و بعد اینتر کنم که ماه هم بهش میاد، ولی بینشون میخواستم یه دش هم باشه، به خاطر همین یه دش هم بهش اضافه میکنم و میبینیم که سال، ماه و شماره رو داره به من نشون میده. خب بعد از ماه من دوست دارم تو شماره نامه هام روز هم باشه که دی رو اضافه میکنم. قبل از دی یه دش اضافه بکنیم، این دفعه یادم نره. خب اند دی و تاریخ رو بهش میدم و حالا من دارم 2019 12/23 دش یک. میتونم به جای اینا همون اسلش هم رو بذارم که اینطوری نشون بده. یه سری از سازمان ها حالا میان دش اینجا مثلا دو نقطه و یه فاصله هم میدم بعد یک رو میذارم، بعد به جای یک 0/1 میذارم. من اینجا میتونم 0/1 داشته باشم، اگر 0/1 رو مستقیم تایپ کنم برمیگردونه به عدد، اول باید اینو تکستش کنم و بعد 0/1 رو بذارم که اینجا میبینین 0/1 رو هم واسه من گذاشته و شماره نامم رو تولید کرده که میتونم ازش استفاده کنم. حالا این شماره نامه رو من مثلا میتونم اینجا یه سری تعداد نامه داشتم که میتونم کانت کنم بهش، هر دفعه یکی این خودکار اضافه بکنه یا اینکه مثلا اینجا من یه نامه یا تمپلیتی رو درست کردم، اینجا میخوام شماره نامه من همیشه باشه و
و اینجا میتونم مستقیم از این شماره نامه بزنم که دیگه همیشه خودکار جنریت کرده باشه، یه تمپلیت من یه خودکار شماره نامه رو داشته باشه. خب ممنونم از توجهی که داشتین، تا جلسه بعد، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.